متاسفانه بم دیگه بم نشد. مگه میشه آدم اون همه صحنه های وحشتناک پدرشو آبجی خودشو زیر آوار ببینه و بعد از اون آدم سابق باشه؟ بم یک باغ شهر بود، این باغ شهر یه شهر بی‌هویت شده. بیا پیداش کرد. زمان زلزله بم من 12 سالم بود و متاسفانه توی زلزله پدرم از دست دادم. مادرم توان نگهداری منو نداشت و من برای ادامه زندگی به یکی از خوابگاه‌های بی سرپرست کرمان اومدم. پدرم، مادرم، برادرم، مادر بزرگم در جای دیگه، خونه دیگه بود شدم. هنوز چراغای خونه روشن بود و خونه در حال فرو ریختن. همینجور که آوار داشت پایین می‌ریخت و من داشتم می‌رفتم به سمت جایی که پدر و مادر و برادرهام اونجا بودن، داشتم می‌رفتم به سمت اونا، همینجور آوار داشت می‌ریخت به حدی رسید که دیگه دیواری و دری و اینا نبود و من دیگه هیچی از فضای خونه دیگه یادم نیست. زمانی یادمه که من روی یه تل آوار بودم و دیگه هیچ خونه ای نبود، مثلا انگار یه خواب بود برام. اینقدر سریع این اتفاق افتاد که تقریبا همه اعضای خانواده گیر آوار شدیم و من خودم دقیقا یه ربع ساعت زیر آوار بودم و تنها چیزی که الان یادمه اینی که انقدر خاک توی دهنم بود که فقط احساس خفگی میکردم. هیچ جا رو نمیتونستم ببینم، هوا خیلی سرد بود. تو کوچه فقط میرفتم که یه خونه آشنا ببینم، ولی متاسفانه همه چی یه جوری با خاک یکسان شده بود که هیچی نبود، هیچی دیده نمیشد، هیچ کس رو نمیتونستم پیدا کنم، هیچ چهره‌ای برام آشنا نبود. فقط صدای ناله ها و گریه ها و شیون هایی میشنیدم که حالا هر کدوم یه عزیزی رو صدا میکرد، یکی مادرش رو، یکی خواهرش رو، یکی هر کسی عزیزی رو که نمیدید و زیر آوار شده بود صدا میکرد. من با یه پیژامه با یک زیرپوش از زیر آوار در اومده بودم با سرمای خیلی زیاد. بعد از یه مدت که به خودم اومدم من صدای داداشم رو شنیدم خیلی گنگ و محو از یک قسمتی از خونه. شروع کردم به کندن برداشتن آوار و کندن زمین که برسم بهش. داداشم دیگه جون نداشت، چون تقریبا شاید نیم ساعت 40 دقیقه آخر دیگه هیچ صدایی ازش نمیومد و من خاکایی که توی دهنش بود آوردم بیرون و با تنفس مصنوعی که میگم فقط بیمار دیده بودم و بلد هم نبودم با اون تونستم برش گردونم. میشه گفت 48 ساعت یا خیلی بیشتر از اون عزیزامون، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، دختر خاله، اینا رو که از زیر آوار برده بودن چیزی بالغ بر 20 تا جنازه کنار ما بود و ما بالای سرشون آتیش روشن کرده بودیم و چند روز به همین منوال فقط روزمون رو شب میکردیم. من دیدم که تمام بغل خیابون هر جا که رد میشی پر از جنازه است. حداقل فکر میکنم تا یکی دو ماه آینده بعد از اون هم بودن که شنیده میشد که کسایی دارن از زیر آوار در میان، چون بعضی کلا تمام خانواده از دست رفته بود. سمت راست همه تا بالا مردا شدن، دوباره دو تا بچه کوچک به سمت دو تا مادر پدرن. بدترین اتفاقی بود که به تاریخ زندگی من افتاده و آثارش بلم نمی کنه. به خوابی به امید فردا و فردا عزیزت نباشه، همبازی رفیقت که قرار بود جمعه با هم بازی کنیم دیگه نیست.
ثانیه دیگه نیست. شاید نزدیک حدود یک سال توی کمپای چادری زندگی کردیم و بعد باید میرفتیم تا تازه کمپا تبدیل شدن، چادرها تبدیل شدن به کانکس. فضای شهر اون موقع خیلی فضای غمزده ای بود. اون فضای غمزده شاید تا یکی دو سال بعد هم توی شهر بود و این اثر خیلی بدی میذاشت روی آدم. 40 خورده سال سنمه، تشکیل خانواده دادم، بچه دارم، ولی هنوز هم من این دوچار یک سری ضعف ها هستم، ضعف های روحی هستم که اثراتش از همون موقع هست. نمیتونستم تکون بخورم واقعا. الان که دارم میگم با تمام وجود دارم میلرزم. سرماست هنوز با همه